به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. قبل از اینکه به اصل بحث و نقد و بررسی برهان‌ها بپردازیم، ابتدا چند تا سوال مهم رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. سوال: اصلا اعتقادات چه اهمیتی در زندگی داره و چرا باید برای اون وقت و انرژی بگذاریم؟ آیا اشکالی داره که ما ندانمگرا باشیم؟ آیا اشکالی داره که ما اصلا هیچ اعتقادی نداشته باشیم؟ برخی از افراد ادعا می کنند که اعتقادات یک مسئله خصوصیه و نباید به اعتقادات مردم کاری داشت. بعضی دیگر میگن که اگر اعتقادات ظهور و بروزی در زندگی افراد پیدا نکنه هیچ اشکالی نداره. و عده دیگری هم میگن که اعتقادات اصلا چیز مهمی نیست، چه ظهور و بروز پیدا بکنه چه نکنه، فقط مهم اینه که شما به قوانین جامعه احترام بگذارید. دیگه مهم نیست که توی زندگی خصوصی شما داره چه اتفاقی میفته. اما متاسفانه این گفته ها همه نادرست هستند. چرا؟ چون اعتقادات اصل و اساس زندگی ما رو تشکیل میده. خوب دقت کنید به این جمله. اگر فقط تنها یکی از باورهای ما تغییر بکنه، میتونه باعث بشه که کل زندگی ما تغییر بکنه. ما اصلا حتی نمیدونیم که چه اعتقاداتی داریم. اگر با دقت به زندگی خودمون، به کارهایی که در طول عمر خودمون انجام میدیم نگاه بندازیم، تازه متوجه میشیم که تک تک رفتارهای ما، تک تک احساسات ما، تک تک ذهنیت‌های ما از اعتقادات سرچشمه گرفتن. بیایید به عنوان تمرین به برنامه یک روز زندگی خودمون نگاه بکنیم. چرا صبح از خواب بیدار میشیم؟ چرا دست صورت خودمون میشوریم؟ چرا صبحونه میخوریم؟ چرا لباس میپوشیم؟ چرا به سر کار میریم؟ چرا توی خیابون و محل کار یه جور خاصی رفتار میکنیم؟ چرا کسی رو نمیکشیم؟ چرا لخ راه نمیریم؟ چرا پول کسی رو از جیبش بر نمیداریم؟ چرا نهار میخوریم؟ چرا احوال پرسی میکنیم؟ چرا ازدواج میکنیم؟ چرا درس میخونیم؟ چرا به رسم و رسوم خاصی پایبند هستیم؟ نظر ما راجع به زن چیه؟ نظر ما راجع به مرد چیه؟ آزادی ها چجوری هن؟ حقوق چجوری هن؟ قوانین کشور ما چجوری نوشته شده؟ همه اینها ناشی از اعتقاداته، همشون. البته اعتقادات فقط اون چیزی نیست که توی کلاس های دینی درس میدن. اعتقادات خیلی گسترده است. یعنی حتی کفش پوشیدن شما هم ناشی از یک اعتقاده. همین که شما یک نفر رو دوست دارید، اعتقاد دارید که اون فرد خوبیه و این دوستی برای شما مفیده. همین که از یک نفر متنفر هستید، این به خاطر یک اعتقاده. اگر کسی بیاد این اعتقاد رو توی شما عوض بکنه، به راحتی دوست به دشمن تبدیل میشه، دشمن به دوست تبدیل میشه. حتی با تغییر یک اعتقاد شما به سرعت ممکنه خودتون رو بکشید و دیگه راضی نباشید که حتی یک ثانیه هم تو این دنیا زندگی کنید، در حالی که الان برای حفظ جان خودتون هزار تا کارم انجام میدید. سوال: آیا ما تاکنون توجه کردیم که چه اعتقاداتی داریم؟ آیا توجه کردیم که این اعتقادات چقدر جان سخت هستن؟ بیاین برای تمرین به رفتارها و احساسات و ذهنیت‌هایی که داریم بیاندیشیم. بعد ببینیم که چه اعتقاداتی منشأ این رفتارهای ما شده. بشینیم قشنگ بنویسیم یک فهرست از این اعتقادات برای خودمون تهیه کنیم. بعد از اینکه این فهرست آماده شد، اون وقت به این نکته توجه کنیم که این اعتقاداتی که رفتارهای ما از اونها نشأت گرفته، چند تاشون از روی عقل و اندیشه و برهان به دست اومده و چند تاشون از روی آداب و رسوم و وراثت و تعصب و تقلید به دست اومده. کسانی که این کار انجام دادن متوجه شدن که سهم بسیار زیادی از اعتقادات و اصول رفتارساز ما انسان‌ها از روی تقلید و آداب و رسوم و ارث به ما منتقل شده و تنها درصد بسیار ناچیزی از اعتقادات ما پشتوانه برهانی و منطقی داره و از روی تحقیق به دست اومده. شاید یکی از مهمترین انگیزه هایی که انسان‌ها باید در مورد اعتقادات خودشون تحقیق بکنن همین مطلبه. چون شما دارین اعتقاداتتون رو ناخودآگاه به نسل آینده منتقل میکنید و شما در قبال این اعتقاداتی که دارید به نسل آینده منتقل میکنید مسئول هستید. اگر شما نسبت به اعتقادات خودتون بی تفاوت باشید، باعث میشه نسل‌های بسیاری در آینده اشتباهات شما رو در زندگی تکرار بکنن. چرا؟ چون اعتقاداتی که منشأ رفتارها در زندگی میشه. انسان‌ها به صورت غریزی دنبال حق هستند. هر انسانی خودش رو برحق میدونه و فکر میکنه که اعتقاداتش همه درست هستن. ولی اینجا یه سوالی مطرح میشه.
آیا اعتقادات ما و همه مردم دنیا همگی درست هستند؟ آیا رفتارها و احساسات و تفکرات ما همه صحیح هستند؟ معمولا اکثر مردم با قاطعیت میگن که اعتقادات ما درسته و اعتقادات افراد بیشمار دیگری که برخلاف عقیده ما عقیده دارن اونا غلطه. میگن ما با تمام وجودمون یقین داریم که اعتقاداتمون درسته. ولی خب چنین چیزی به لحاظ منطقی اشتباهه، یعنی ممکن نیست چند نفر توی جهان همزمان به گزاره‌های متناقض و متعارضی اعتقاد داشته باشن و همزمان همه اون گزاره‌ها درست باشه. به عنوان مثال به یه بازی فوتبال نگاه کنید که بین دو تا کشور داره برگزار میشه. مردم زیادی توی دنیا در همون لحظه دارن اون بازی رو نگاه میکنن، ولی احساسات اونها مثل همدیگه نیست. یه عده‌شون دارن از ته دل آرزو میکنن که تیم اول ببره و یه عده‌شون دقیقاً برخلاف اون عده دیگه دارن از ته دل آرزو میکنن که تیم دوم ببره. یه عده‌م کاملاً بی‌تفاوت هستن، براشون مهم نیست که کی ببره. این آرزو به قدری شدیده که اگه برآورده نشه ممکنه موجب گریه، افسردگی، فحاشی و حتی خودکشی بشه. سوال مهم اینجاست، این سوال خیلی مهمه. چرا از دیدن یک صحنه یکسان، یعنی از یک ورودی یکسان، دو نفر در زمین دچار دو رفتار کاملا متفاوت شدن، یعنی خروجی متفاوت؟ چرا؟ ورودی یکسان، خروجی متفاوت. سیستم تفکر انسان ها هم این همه، یعنی ذهن انسان دقیقا عین یک کامپیوتر میمونه. این نشون میده که چی؟ اعتقادات اینها، یعنی داده های اینها با هم تفاوت داره. مثلا اون کسی که از برد این تیم خوشحال شده احساس میکنه، یعنی در داده هایش هست که به این تیم یک نوع ربط داره، بعد پیروزی اون تیم رو به نوعی پیروزی خودش حساب میکنه و باز در اعتقاداتش هست که از پیروزی باید خوشحال شد و خوشحال میشه، و دقیقا اونی که ناراحت میشه برعکس، یعنی باخت اون تیم رو به نوعی باخت خودش میدونه، چون که بین خودش و افراد اون تیم یک نوع ارتباط احساس میکنه. اگه ما بیایم داده های این دو نفر، مجموع اعتقادات این دو نفر رو با هم عوض کنیم، دقیقاً رفتارهای اونها و خروجی اونها جاشو با هم عوض میکنه. این مثال برای تمام رفتارهاست. مثلا توی جنگ دو تا سرباز رو میبینیم که دارن به همدیگه تیراندازی میکنن، همدیگه رو میکشن. چرا؟ چون اعتقاداتشون متفاوته. هر کدومشون فکر میکنن که خودش برحقه، نفر مقابل باطله، زنده بودن نفر مقابل مانع رسیدن او به خواسته هاشه، پس نفر مقابل باید از زندگی حذف بشه و به همین راحتی میزنه نفر مقابل رو میکشه. تو جای دیگه هم از ما بسیاری از افراد میبینیم که توی غذاهای خودشون از قند و چربی زیادی استفاده میکنن، یه عده دیگر میبینیم که به شدت مواظب این غذاها هستن. چرا؟ فقط به خاطر اینکه اندیشه هاشون متفاوته. افراد زیادی هستن که یه کاری رو واجب و مهم میدونن، افراد دیگری اون کار رو غیر ضروری میدونن. از این مثالا تو جهان خیلی زیاده. و از همه جالبتر میدونید چیه؟ از همه جالبتر اینه که همه فکر میکنن که فقط خودشون برحق هستند، کار خودشون درسته و دیگران دارن اشتباه میکنن. یعنی یک نفر نمیاد بگه آقا نکنه شاید من دارم اشتباه میکنم.